درود فراوان به شما عزیزان، من دکتر فرجان زینی هستم. به یکی دیگر از برنامه‌های ندای درون خوش آمدید. این برنامه راجع به مسائل اجتماعی و روانشناسی است و دوشنبه‌ها با متخصصین برجسته‌ای راجع به مسائل هیومن سکشوالیتی و ارتباط جنسی گفتمانی داریم. امروز خوشحال هستم که جناب دکتر سعید کاراندیش که ایشون هم پزشک هستند و فعال اجتماعی دوباره دعوت من رو قبول کردن و به ما پیوستن. خوش آمدید. خیلی متشکرم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و بینندگان عزیز. جناب دکتر، شما فعالیت‌های بسیار زیادی کردین در مسائل بیوشیمی و یه مقدار زیادی تخصصتون در اون بوده، کتاب‌های نوشتین راجع به این مسئله در ایران که هم در دانشگاه ایران تدریس می‌شده و هم در دانشگاه‌های آمریکا. ممکنه مقدار راجع به اون صحبت بکنین با بینندگان عزیزمون؟ خیلی متشکرم. حضورتون عرض کنم که من وقتی که دوران تحصیل پزشکیمو میگذروندم متوجه شدم که بعضی از قسمت‌های پزشکی که ما در ایران می‌خونیم اینها خیلی متناسب با فرهنگ و شرایط جامعه ایران نیستش. یعنی فرض بفرمایید مثلا اونجا میگفتن که در امریکا، چون آمار مال امریکا بود، کتابا مال امریکا بود، میگفتن که مثلا 200 تا بیمار حسب دیده شده در یک سال گذشته و من فقط در یک بیمارستان ما تعداد 200 تا بیمار حسبی رو میدیدیم و این باعث شد که فکر کردم که متناسب با شرایط ایران بایستی که یک بار طب رو نوشت و کاری که انجام دادم این بود که اومدم و اون زمان اینا رو با شرط ایران تطبیق دادم و متناسب با اون یه بار دیگه طب رو نوشتم. و امریکا که اومدم باز نوشتن چون همیشه علاقه من بود و پشن من بود، اینجا که اومدم کاری که انجام دادم این بود که وقت خیلی زیادی رو گذاشتم و خیلی دقت کردم و سالها تحقیق کردم و تونستم رابطه یه مواد بیوشیمیایی رو در بدن انسان در رابطه با خودشون و در رابطه با بیماری‌ها و در رابطه با داروها ترکیب اینها رو پیدا کنم. یعنی نه هر که قسمتش به صورت جدا جدا موجود بود و کاری که من انجام دادم این بود که ارتباط اینها رو توی هول پکیج در کل بدن انسان بتونم پیدا کنم، که برای خودم هم خیلی اولش جالب بود و اینجام که وقتی معرفی کردیمش برای چاپ گفتن که مگه میشه همچین چیزی باشه و ما این همه ارتباط رو ندونیم، این همه استاد بایوکیمستری اینجا هستن تو دانشگاه مختلف امریکا، خب بایستی که اینو بدونن حتما. و دادن اینا خوندن این رو و وقتی که مطالعه کردن 70 نفر از اساتید اینجا که اونا رو مطالعه کردن گفتن او این درسته، ما اینا رو اینطوری میدونستیم ولی نمیدونستیم که با هم چه جوری ارتباط دارن و چه جوری لینک هستن و چاپ شدیم. چون برنامه ما راجع به مسائل، چون برنامه ما راجع به مسائل این هستش که هیومن سکشوالیتی صحبت بکنیم، آیا موادی رو بیوشیمی رو که درک کردین و نگاه کردین بررسی کردین در مورد شرایطی رو که داریم صحبت میکنیم در مورد مسائل سکشوالیتی، من فکر میکنم که فضای خودش رو میگیره، این فضای خودش رو گرفتن در مورد سکشوالیتی خیلی خیلی کمک میکنه، برای اینکه هورمون ها یک اثر بسیار زیادی دارن در مسائل سکشوالیتی و غیر از مسائل هورمون ها مواد شیمیایی دیگه هم هست که کمک میکنه به اینی که آیا یک نفر میلش هست بعد از این که خود ترکیباتی رو که براش به وجود میاد در عمل و در زمانی که در حقیقت داره هماغوشی میکنه چطور هست و بیوشیمی تبدیل میشه به این که آیا ارضا میشه، بعد از ارضا چه شرایطی به وجود میاد و بعد از اون آیا کسانی که به منوپاز میرسن، حتی آقایونی که ممکنه که منوپاز خودشون رو داشته باشن. یعنی یکی از مواردی که واقعا نگاه کردن به بیوشیمی انسان کمک میکنه برای درک مسائل سکشوالیتی، این قسمت زندگی هست، برای اینکه ماها خیلی موقع مسائل سکشوالیتی رو میبریم در فضای احساسی، نه اینکه اون هم مطرح نیست، ولی شرم برامون به وجود میاد وقتی بدن ما آماده یه سری مسائل نیست یا
ارتباطات و رفتارهایی به خاطر مسائل بیوشیمی به وجود میاد، ولی ما اینا رو میذاریم به مسئله رفتاری و شخصیتی و یک گونه دیگه‌ای باهاش داریم دست و پنجه نرم میکنیم، در حالی که وقتی که میدونیم ربطش چیه به مسائل بیوشیمی شاید برای خودمون راحت تر باشه. همینطوره. خیلی متشکرم که در مورد این موضوع صحبت کردید، برای اینکه من میبینم که در مورد سکشوالیتی در بیشتر وقتها تو تمام فرهنگ ها، یعنی حداقل 170-180 تا فرهنگی که تا به حال بررسی شده راجع به عشق و راجع به سکس، خیلی بعد اخلاقی بهش میدن، خیلی بعد رایت و رانگ یا درست غلط بهش میدن. من نمیخوام وارد اون قسمت بشم برای اینکه اون قسمت در حوزه تخصص من نیستش، ولی میتونم راجع به این صحبت کنم که چطور ما بعضی وقتا واقعا کنترل چیزها خیلی دست خودمون نیست. به خیلی از آدمایی که ما به اونها میگیم آدمایی که اینا آدمای بدون اخلاقی هستن در مورد مسائل جنسی، چطور اینها آدمای معمولی ممکنه باشن، فقط اشکالای فنی داخل مغز دارن. فرض بفرمایید مثلا یه سندرومی هست به اسم سندروم کلاور باسی و اینو میتونن همینطوری هم تو شامپانزه ها به وجود بیارن، یعنی میان یه قسمتی از مغز شامپانزه رو که خراب میکنن و در انسان هم این فرمش به صورت بیماری هستش که این سندروم رو شناختن و کاملا تعریفش کردن. تو این سندروم به صورتی فرد احساس میکنه که نمیتونه کنترل خودش رو در رفتار جنسیش بگیره، یعنی به هر کسی که ببینه میخواد بره و به اون فرد تجاوز کنه. و میخوام بگم که یعنی قسمت های در مغز هست که این رو کنترل میکنه، قسمت های فیزیکی در مغز هست که این رو کنترل میکنه. همینطور از نظر هورمونی این خیلی مهم هستش، یعنی چون قسمتی که تستوسترون در میل جنسی اثر داره که وقتی بالا و پایین بودن اون مستقیما تاثیر میگذاره روی مسائل. یعنی فرض بفرمایید مثلا ما موضوع یائسگی مردان رو داریم که مردا بعد از سن 45-46 این تازه هم داره بیشتر روش کار میشه، همونطور که میدونید شروع میکنه هورمون تستوسترون پایین اومدن تو درصد قابل توجهی از مردها. و وقتی که شما نگاه میکنه خب میبینید میل جنسی تو اون فرد میاد پایین. تستوسترون با خودش خیلی چیزهای مختلف رو به وجود میاره، یعنی فقط فعالیت سکسی نیست، فرض بفرمایید خشم است، خشم و خیلی چیزای دیگه، حتی تشخیص دایرکشن، این جهتیابی تو خیابونا که تستوسترون توش نقش داره. حالا اگه برنامه بود، چون خود تستوسترون من به نظرم یه برنامه مفصل میخواد که فقط راجع به همین یه هورمون و دیتیلش صحبت کنیم، ولی حالا چون در تلویزیون هست و فقط میخوایم که در مورد یه مسئله فنی کوچیکش صحبت کنیم، خب وقتی این تستوسترون میاد پایین تمام سیستم‌های روانی یه فرد، یه مرد 45 ساله یا 50 ساله یا 60 ساله به هم میریزه. یکی از مسائل جالب راجع به تستوسترون میفرمودید، یک مراجعه من داشتم که این خانم رفته بود در فضای یائسگی و میل به سکسش خیلی خیلی پایین اومده بود، خشمگین بود، عصبانی بود، بیشتر افسرده بود و بعدش که یه سری هورمون ها رو خورده بود که یکی از اون هورمون ها هم تستوسترون بود و برای مدت کوتاهی تستوسترونش خیلی خیلی بالا رفته بود و این تنظیمش به هم خورد، یعنی از خیلی کم یک دفعه به خاطر استفاده از تستوسترون خیلی خیلی زیاد شده بود. جالب بود، میگفتش که من تو تمام عمرم هیچ وقت به فکر خیانت نیفتاده بودم به شوهرم، ولی در این بعد زمانی فرقی برای من نمیکرد، اینقدر میل جنسی من زیاد شده بود که من وقتی که بیرون میرفتم فقط و فقط داشتم نگاه میکردم و میل و رفتار من داشت به طرف میگه، یعنی که اگر واقعا این قسمت فرانتو کورتکس من این افسار رو دور گردن من نمیگرفت و برم نمیگردون، اولین بار بود در زندگیم که حتی در سن مثلا بگوییم 56-57 سالگی فکر میکردم میتونم برم و این کار رو انجام بدم و برای خودش خیلی عجیب بود، یعنی همیشه خب ناراحت بود و نگران بود و این مسائل رو از نظر دیدگاه های منفی راجع به همسرش و بقیه مردها میگفت. برای اولین بار توی زندگیش میگفت من مرد شده بودم، هر کسی بیرون بود میتونستم برم باهاش سکس داشته باشم و میخواستم که این کارو بکنم. خب الحمدلله فهمیدی شوهر چه احساسی داره در اون زمان، ولی خیلی جالب بود که تغییر یک هورمون به خصوص کاملا احساس، رفتار و افکار این شخص رو متفاوت کرده بود. این موضوع که اشاره فرمودید من دلم میخواد که یک کمی بیشتر راجبش صحبت کنم، برای اینکه مرتب اینو میشنوم تو سوالا از مردم. تستوسترون هورمونی هستش که میل جنسی رو در هر دو تا جنس کنترل میکنه. گاهی وقتا این تصور پیش میاد که تو خانوما باز میل جنسی با استروژن و پروژسترون کار میکنه، در صورتی که
اینطوری نیست، میل جنسی یا لیبیدو با تستوسترون کار میکنه. حالا چه اتفاقی میفته؟ فرض فرمید یه خانم 45 ساله و میخوام این ارتباطش رو بگم با مواد غذایی که چطوری حالا این رفت داره. همونطور که میدونید الان تو تمام مواد، بیشتر مواد غذایی که در دنیا مصرف میشه، اینها میان از هورمون تستوسترون استفاده میکنن برای اینکه بتونن حجم عضله رو بیشتر کنن، برای اینکه میدونید در مرغ و گاو و گوشت و اینا میفرمایید. بله بله، همینطوره. همونطور که در انسان میدونید که اینا میان مثلا آمپول ناندرولون استفاده میکنن، ترکیبات تستوسترون استفاده میکنن و این باعث میشه که اینها عضلاتشون ظرف 2-3 هفته مثلا 1.5 برابر میشه، یعنی خیلی عضله و ماسل پیدا میکنن. این رو برای حیوان هم استفاده میکنه، یعنی تقریبا بیشتر گوشتایی که در تمام دنیا مصرف میشه، یکی از شیطنت های بشر اینه که این کارو با این حیوان های بیچاره میکنه و اینا رو خیلی بزرگتر از سایز عادیشون میکنه تا بتونه منفعت مالی داشته باشه. حالا اتفاقی که میفته، تستوسترونی که داخل گوشت هستش در خانم ها آثار خودش رو میذاره، آثار منفی خودش رو داره و در آقایون آثار کاملا متفاوتی. و این از کجا شروع میشه؟ از یه دختر بچه. شما الان در تمام دنیا که نگاه کنید میبینید که پاهای پایین پای بچه‌ها رو که نگاه کنید، دختر بچه‌ها رو میبینید که مو درآورده و اینو وقتی نگاه میکنید تعجب میکنید، مثلا 20 سال پیش اینجوری نبود، 25 سال پیش اینجوری نبود. و اتفاقی که میفته تو خانمایی که تو سنای بالاتر هستن، این تستوسترون میل جنسی رو زیاد میکنه و این الان تو تمام دنیا تقریبا همینجوری هست. مثلا یکی از دلایلی هم که این طلاق‌ها تو دنیا اینقدر مقدارش بالاتر رفته همینه که میل جنسی خانم‌ها بالاتر رفته ولی میل جنسی در آقایون پایین‌تر اومده، یعنی اینها با هم نمیتونن مچ بشن. حالا چه اتفاقی میفته؟ بعضی از من میپرسن که خب اگه تستوسترون در مواد غذایی وجود داره، خب طبیعتاً این بایستی پتانسییت کنه و کمک کنه به اون تستوسترونی که در مرد وجود داره. یعنی قبل از اینکه به آقایون هم برسین، یه مسئله جالبی رو مطرح فرمودین، گفتین برای بچه ها فقط مو در میارن بیشتر قسمت های مختلف بدنشون، برای زنهایی که قاعدتا سنین چون میدونم 20 سالگی بگین، 18 سالگی، 19 سالگی داشته باشن تا حتی 40، تأثیر بسزایی به نظر میاد از نظر میل جنسی نمیگذاره و بعد از 40 خورده به بالا باز دوباره میل جنسیشون رو بالا میبره؟ نه، من فکر میکنم پس برگردیم یه کمی عمیق‌تر اثر تستوسترون رو بگیم در یه خانم چطوری هستش. شما اول می‌خواستم بیان راجع به دوپامین صحبت بکنم، ولی مثل که ما امروز نذاشتیم، ما امروز قرار راجع به تستوسترون صحبت کنیم، یه دفعه این دیگه راجع به دوپامین صحبت بکنیم. واقعا برای اینکه تستوسترون خیلی راجع به میل جنسی صحبت می‌کنیم، دوپامین بیشتر میره تو عشق، مثل که قسمت میل جنسی فعلا مهم‌تره. همینطوره، همینطوره. تستوسترون اینطور هستش که از همون کودکی تا برای همیشه تو تمام سنین باعث رویش مو میشه، چه در مرد چه در زن. حالا در مرد البته دهیدرو تستوسترون هستش که حالا میان این هورمونایی که درست میکنن، این داروهایی که برای رویش مو هستش مثل روگین و اینا از روی همونا هستش. در خانما تو تمام عمرش اینا رو پرمو میکنه، یا هیرسوتیزم همینه، یعنی که از بچه دختر بچه مثلا 5 ساله‌ای که اونو میخوره مو تو بدنش بیشتر هستش تو مناطقی که به صورت عادی نباید مو باشه، تا سنین مثلا یه خانم 30 ساله، 40 ساله، 50 ساله. منتها الان به مدد تکنیک‌های جدید این دیده نمیشه، یعنی مثلا اگه 30 ساله پیش بود بله اینقدر لیزر میکنن و کارهای دیگه میکنن دیده نمیشه، ولی زنها نسبت به 30 سال قبل، الان زنها در دنیا خیلی پرموتر شدن. قبلا 1/3 خانوما بالای لبشون مو داشتن در کشورهای مدیترانه، ولی الان این تقریبا داره به 50% میرسه، یعنی همه خانوما دیگه اون موه رو دارن. منتها تکنیکای جدید اجازه نمیده که این خودشو نشون بده. این که فرمودید نکتهش اینه که تو تمام سنین این اتفاق افتاده، ولی قسمت میل جنسی رو شما میفرمایید که زیاد کردنش، چون مثلا خب یک زن قاعدتا از زمانی که بالغ میشه میتونه میل جنسیش به وسیله همون تستوسترون بالاتر بره، و از گفتمان شما شنیدم که میفرمودین خانم هایی که بعد از سن یایسی که هستن یا حداقل 45-50 به بالا هستن این میل بیشتر خودشو نشون میده، ولی نه مثال بود. ولی در حقیقت از همه سنین این میل جنسیشون هم بالا میره، نه تنها مو زیادتر میشه بلکه میل جنسیشون هم بالاتر. همینطوره، ولی با آقایون متفاوته. بله، در مورد آقایون هم خب همین پرمویی رو میده، به خصوص البته اشکال تستوسترون اینه که موی بدن رو بیشتر میکنه، میبینید موی سر رو نمیکنه. و یکی از اتفاقایی که در عمر میفته و برای مردها معمولا نامطلوب اینه که مثلا روی بینی و گوششون مو در میاره ولی روی سرشون موهاشون میریزه. این از عجایب خلقت هستش.
در مورد آقا این حالا چه اتفاقی میفته؟ این تستوسترون به صورت عادی کاری که انجام میده اینه که میل جنسی رو بالا میبره. تستوسترونی که سورس خارجی داره مکانیسم طبیعی بدن رو مختل میکنه، یعنی یه سایکلی هست بین هیپوفیز، بین هیپوتالاموس، هیپوفیز و بیضه ها که اون باعث میشه که تستوسترون ترشح بشه به صورت منظم و توسط بدن. وقتی تستوسترون خارجی وارد بدن میشه از هر سورسی، این میاد اون مکانیسم طبیعی رو به صورت فیدبک اینهیبیشن متوقف میکنه، یعنی دیگه هیپوفیز به نظرش میرسه که تستوسترون یه مقداری وجود داره تو بدن دیگه نمیسازه. اون مکانیسم اون پالسایی که باید میفرستاد و از جی ان آر اچی که بعد از هیپوتالاموس ترشح میشد اینا دیگه ترشح نمیشه، بدن اصلا کانفیوز میشه و بعد از یه مدتی سلول های لیدی که بیزه دیگه تنبل میشن و از کار میافتن، یعنی این سورس بیرونی میاد و تمام سیستم رو مختل میکنه. اینه که گاهی وقتا هم تو ایران که صحبت میشد در مورد این افرادی که بدن سازی کار میکنن و مردم بیرون میبینن که او اینا چقدر ماسل های بزرگی دارن، چقدر در کار اندام پرورش بدن، پرورش اندامشون موفق هستن، متاسفانه اتفاقی که میافتاد این بود که اینها تو قسمت های دیگه اشکال پیدا میکرد، مثلا بیضه های اینا کوچیک میشد، اسپرم، سطح اسپرم تو اینا پایین میومد و این اتفاقی که الان تو تمام دنیا افتاده، یعنی یکی از جدیدترین سورپرایز هایی که در پزشکی به وجود اومد در دو سه سال گذشته اینه که دیدن تعداد طبیعی اسپرم در انسان ها اومد پایین، یعنی اینکه یه چیز حدود 20% الان عدد طبیعی اسپرم در یه مرد دیگه اومده پایین تر و این همه از عجایب استفاده از تستوسترون در مواد غذایی بوده. حالا میخوام نتیجه بگیریم چه اتفاق دیگری میفته، پشت این صحنه چه چیز دیگه به وجود میاد. یک سوالی برای من پیش اومد جناب دکتر و اونم اینه که شما این رو مطرح کردین که اینا رو به هم شما ربط دادین که به خاطر اینی که میل جنسی خانم ها بالاتر رفته طلاق زیادتر شده، درسته؟ از طرف دیگه اگر هم که نگاه بکنیم با این تطبیقی که شما فرمودین که میل جنسی آقایون قاعدتاً ممکنه اومده باشه پایین تر، مقدار اسپرمشون اومده پایین تر، ولی از ماجرای اینی که وقتی ما درصد خیانت رو کلن در دنیا نگاه میکنیم یا درصد اینی که اشخاص از یک رابطه به یک رابطه دارن میرن بیرون، درسته که مال خانم ها زیادتر شده ولی مال آقایون پایین تر نرفته، میدونی؟ یعنی اصلا مثلا اگر قدیم ما مال آقایون بوده 80 مال خانم ها بوده 20، مال خانم ها اومده بالاتر ولی آقایون هنوز همون 70-80 مونده طبق آمارهایی که گفته میشه و ممالکی که آمار دارن و یک سری این آمارها رو میگیرن در حقیقت. پس چطوره که با این تنوع طلبی و این مدلی که میل جنسی وجود داره، حالا شاید به کمک وایاگرا، شاید بخاطر اینکه وایاگرا زیاد شده و اینجوری داره کارش رو انجام میده، ولی جالبه که اینها تغییر پیدا نکرده در بیهیویر، در رفتار آقایون اونقدر تغییر پیدا نکرده و دلایل طلاق از قسمت آقایون برای تنوع طلبیشون اونقدر آنچنان پایین نیامده. خب اینو شما از نظر آماری دارید میفرمایید، در واقع یه بایس داره به قول امریکایی این آمار، یعنی که از یه جای دیگر این آمار پوشش داده شده و اون قسمتی هستش که تستوسترون هم در مردها هم در میل جنسی نقش داره و هم در عملکرد جنسی، در قدرت جنسی مردها نقش داره و اتفاقی که الان افتاده اینه که مردها بعد از اینکه میبینن اون فانکشن طبیعیشون، اون به اصطلاح توانایی جنسی معمولیشون کمتر میشه، میان از یه طریق دیگه اینجا یه میونبر میزنن و اون همونی هست که وقتی که اینا متوجه شدن که وقتی با فردی غیر از همسرشون ارتباط داشته باشن اون میل جنسی و اون توانایی جنسی بیشتر میشه. در واقع اینا رول وایاگرا رو بازی میکنه براشون، یعنی وقتی میان یک پارتنر جدید که انتخاب میکنن، چون کمک میگیرن از یک سری کمیکال دیگه‌ای در بدنشون، اونجاست که اینو میتونن تراز بدن، یعنی حالت تنوع تنبیه یک مقدار زیادی اون نو بودنه، یک مقدار زیادی کمیکال های دیگه ای رو داره به وجود میاره که کمک میکنه به اون تستوسترون و میاره بالا. و برای همین هستش که الان آمار سکس ادیکشن در دنیا در 10 سال گذشته به شکل غیر منتظری داره میره بالا. البته پورنوگرافی هم کمک کرده، بله، اینترنت هم خیلی کمک کرده به این نوع ادیکشنی که داریم صحبت میکنیم. بله. چون دسترسیش خیلی زیادتره،
خجالت ها کمتر شده. یکی از برنامه تلویزیونی بود داشتم نگاه میکردم، خیلی جالب بود که میگفتش که قدیما آقایون باید میرفتن مثلا فقط یه سری سکس شاپ ها بود که باید حتما مجله ها تو از اونجا میخریدن یا ویدیوها رو باید از اونجا میخریدن، بعد روشون نمیشد که مثلا تو خیابون برن یه کسی ببینه، بعد برگردن دم خیابون مثلا یه نفر ببینه، بعد مثلا همسرشون پیدا کنه یا کسی پیدا کنه، تو ماشین باشه پلیس بگیره پیدا بکنه. انقدر شرم توی این فضا بود که با اینی که میلشون ممکنه داشتن کمتر ممکن بود این کارو بکنن، تا زمانی که اینترنت در کنارشون آورده، مجانی در کنارشون آورده و خیلی اکسسیبل کرده برای اونها. از اینجا به نظر میاد که پورن ادیکشن و کلن سکشوال ادیکشن خیلی بالاتر رفته. ببینید، اول صحبت هم عرض کردم که بعضی از چیزهایی که در مسیر طبیعت کودک انسانی هست یا در مسیر طبیعی در مسیر فیزیولوژی طبیعی انسان هستش، خیلی کنترلش مشکله. یعنی میشه که مثلا با قوانین اینها رو محدود کرد، ولی متاسفانه یا خوشبختانه یا هر طوری که هست، اونجا خوب و بد ندارن نظر پزشکیش، یعنی که مسیر و دایرکشن خودش رو پیدا میکنه. فرض کنید مثلا در خیلی از کشورها با موسیقی اشکال دارن، یعنی اینکه دوست ندارن موسیقی رو به دلایل اخلاقی یا دلایل فنی، اینو صلاح نمیدونن برای آدمای دیگه. ولی شما وقتی نگاه میکنی که برای جلوی بچه مثلا 3 ماهه شما شروع میکنید دست زدن یا یه آهنگی رو پخش میکنید برای بچه 4 ماهه 5 ماهه، نگاه میکنید بچه خودشو میکوبه زمین و بالا و شروع میکنه دست زدن، اینو کسی بهش یاد نداده. این در مسیر طبیعی فیزیولوژی ذهن یک کودک، ذهن یک انسان هست. مسئله سکس هم همینطوره. یعنی میگم نمیشه گفت خوشبختانه یا نمیشه گفت متاسفانه، این انقدر در مسیر طبیعت انسان هست که هر جایی که میتونه، هر جایی که میتونه این سد و دیوار رو میشکنه و از اونجا عبور میکنه. و اونجایی که مثلا شما میبینید که در صنعت پورنو، میبینید که از پرفروشترین صنعت ها در دنیا الان شده صنعت پورنو. و شما میبینید که مثلا sex.com که فقط یه دونه برند هستش، 13 میلیون دلار قیمت فروش یه دونه دومین اینترنتی هستش. و شما میبینید مثلا usa.com هست مثلا 300-400 هزار دلار، sex.com هستش چقدر 13 میلیون دلار، و بعد از اون slaughter.com مثلا 7 میلیون دلار. slaughter.com 7 میلیون دلار. یعنی مردم انقدر توجه و علاقه دارن به این چیزا که هر جوری که رهاشون میکنی با سر از اونجا در میارن. شما این مبحث رو نگه دارین، شما عزیزان هم همینجا بمونین، اینو بر نگردونین، برین sex.com رو چک بکنین. ما میریم به یک سری از پیام های بازرگانی میپردازیم و دوباره با شما خواهیم بود. از دست دادن موها در خانم ها و آقایان امری طبیعی است. ترمیم نکردن و به حال خود رها کردن آنها امری غیر طبیعی می باشد. لطفاً به این تصاویر توجه فرمایید. کمپانی HRC ارائه بهترین روش جایگزین کردن موهای از دست رفته شما را تضمین می کند و زیبایی و برازندگی گذشته را به شما باز می گرداند. شما با اعتماد به نفس بیشتری در جامعه به پیشرفت‌های خود دست خواهید یافت. ما به زبان فارسی با شما سخن خواهیم گفت. شماره های تماس در منطقه لس آنجلس 310-477-2320 و در منطقه ولی 818-999-99-52. بار دیگر تورهای سیاحتی به ایران. زمان 16 سپتامبر، 21 روز سفری خاطر انگیز با ترکیش ایرلاین. گردش و تفریح. خرید از مراکز سنتی ایران. بازدید از شهرهای تهران، رامسر، مشهد، همدان، اصفهان، شیراز و کیش. به همراه صبحانه و نهار و شام. همه و همه فقط 5600 دلار. تا پایان جون 10% تخفیف. توجه کنید 10% تخفیف تا پایان جون. ما برای شما خاطره ای خوش از وطن می‌سازیم. شماره تماس 818 788
76-92. سالت ان پپر، شیکترین و مدرنترین رستوران در منطقه وودلند هیلز، پذیرای شما و مهمانان شما با غذاهای خوشمزه ایرانی همراه با موزیک زنده و ولی پارکینگ. رستوران سالت ان پپر با کیترینگ مجهز و دلیوری رایگان تا شعاع 5 مایل 818-564-4305 818-564-4305 عضو سفرش. آژانس مسافرتی فراز عرضه کننده بهترین سرویس با ارزان‌ترین قیمت‌ها برای مسافرت به همه نقاط دنیا. فراز تراول مشاور دلسوز شما در امور مسافرتی. تلفن 818-388-1983 و 951-929-9750 farastravel.com. با فراز تراول با آسایش بر فراز آسمان ها پرواز کنید. خرد زندگی، مجموعه از سیدی های صوتی که شما رو به اعماق وجود خودتون میبره تا آرامش درون، خواب آسوده، رهایی از احساساتی که شما رو آزار میده و با بدن خودتون متصل میکنه، به زبان فارسی و انگلیسی. این مجموعه با صدای دکتر فوجان زینی شما رو هیپنوتیزم میکنه و کلمات تلقینی به کار رفته میشه تا شما رو سریعتر به اهداف خودتون برسونه، با موسیقی که به شما آرامش میده و با تکنیک مانورو بیت. برای سفارش این سیدی های صوتی با دکتر فوجان زینی در تارنمای fujan.com تماس بگیرید و یا با شماره تلفن 818-648-2140 818-648-2140. Dr. Fujian Zeng. I'm a psychotherapist, a licensed marriage and family therapist, speaker, and an author. I would like to tell you about a seminar, The Power of Two, that I'm doing with Behnam Bakhshande, which is a wonderful coach and a relationship and a business coach. This seminar is about you in your relationship, the most important aspect of your life, your intimate relationship. In this seminar, you will get how you have been behaving, how you have been thinking, your belief system, and your behaviors within your intimate relationship that has created the result that you have gotten right now. And we'll give you a lot of tools, amazing keys in how to create a successful relationship and how to sustain and maintain it. I hope you enjoy it. برنامه ندای درون مجدداً خوش آمدید. با دوست عزیزی جناب دکتر سعید کارندیش، هم پزشک هستن هم فعال اجتماعی و متخصصشون در مواد بیوشیمی بدن هست و امروز راجع به در حقیقت هورمون هایی که کمک میکنه به سکشوالیتی یا تأثیری میذاره در سکشوالیتی، که راجع به تستوسترون گفتمانمون از یک جای شروع شد و به تستوسترون رسید. بله، یه نکته ای که من اولین بار توجهم جلب شد به اون موضوعی که شما فرمودید که چطور هستش که در انسان اینها در سن بالا خیانت میکنن بیشتر یا تمایل پیدا میکنن به ارتباطهای جنسی با افراد دیگه، یه قسمتی رو عرض کردم که سکس با افراد غیر همسر این بیشتر کاتکولامین ریلیس داره و بیشتر به اصطلاح اینها در خودشون احساس توانایی بیشتر و احساس میل بیشتر هر دوتاشو با همدیگه دارن اونجا پیدا میکنن. من اولین باری که به این موضوع توجهم جلب شد این بود که در موقعی که دانشجو پزشکی بودم به ما که درس میدادن گفتن که وقتی که یک فردی سکته قلبی میکنه تا یک ماه نمیتونه با همسر خودش ارتباط داشته باشه و تا دو ماه نمیتونه با یه فردی که غیر از همسر خودشه رابطه
جنسی داشته باشه. و همونجا توجه منو جلب کرد که چه فرقی میکنه و از همونجا بود که به این موضوع فکر کردم و بیشتر که مطالعه کردم و خوندم و متوجه شدم، دیدم که این ارتباط با همسر غیر همسر این به اصطلاح ویژگی رو داره و به خاطر همین هم هست که این وقتی فرد میبینه که در یه جایی به بنبست رسیده یا دیگه اون فانکشن رو نداره، اون توانایی رو نداره، حالا یه جوری احساس میکنه که این رو در جای دیگه تجربه کنه و ببینه هنوز اون مرد سابق هستش یا نه. چون میدونید در جامعه ما، جامعه ایران و همینطور تمام بیشتر فرهنگ‌ها هم همینطور هست که سکشوالیتی یا قدرت جنسی مرد به میزان خیلی زیادی با شخصیتش هم ارتباط داده میشه. مثلا وقتی میخوان یه کسی رو مثلا مورد دشنام قرار بدن بهش میگن تو که مرد نیستی. یعنی این تو که مرد نیستی یا این مرده یا این کلمات اینجوری، در واقع وقتی میگن مرد بودن فقط اون بیشترین توجه به اون قسمت توانایی جنسی اون فرد هستش. و اینا وقتی که قرار میگیرن تو سن بالاتر و میبینن که نمیتونن اون فانکشن رو، اون به اصطلاح توانایی رو داشته باشن، میان و میخوان که با افراد غیر همسرشون اینو تجربه کنن. چه چیزی به وجود میاد از نظر بیوشیمی وقتی که میل میره و یا اون شکار به وجود میاد برای کسی که باهاشون نیست و غیر همسرشون نیست؟ چون البته همسر که صحبت میکنیم، میخوام اینو باز بکنم که در خیلی قسمت‌های دنیا امروزه دیگه ممکن حتی ازدواج نکنن ولی ارتباطات طولانی اشخاص دارن، در یک رابطه هستن برای چندین و چند سال، و یا اینی که ممکنم هست حتی با هم زندگی کنن ولی ازدواج نکنن. در چه اگر صحبت همسر داریم میکنیم، شما به خیال خودتون اسمشو بذارین یار، اگر حتی قانونی ازدواج کرده باشن یا نکرده باشن، چون همین مسئله به هر صورت اتفاق میفته در ارتباط عاطفی متعهدانه ای که با یک نفر دارید، حالا چه امضا کرده باشه چه نکرده باشه. به هر صورت سیر طبیعی میل به ارتباط جنسی کمتر و کمتر میشه، توی همون رابطه تغییر پیدا میکنه. و گفتمان شما اینه که وقتی که یک نگاهی به یک شخص جدیدی ممکنه وجود داشته باشه، یک مقدار کمیکال های دیگه ای هستش که در کاره که داره این اتفاق میفته که اون هیجان رو به وجود میاره و توانایی رو حتی بیشتر میکنه تا با اون کسی که هست. ممکن راجع به اون صحبت کنی؟ حتما. اگر ما در طول تاریخ نگاه کنیم، ببینیم که اگرچه در موارد خیلی معدودی خانم ها همسر متعدد داشتن، ولی در بیشتر تاریخ اگر دقت کنیم ببینیم که مرد، اگر قراره بر چند همسری بوده، مردها همسر بیشتر داشتن. الان میبینید فقط یکی در منطقه تبت هستش که اینا چند همسری دارن. اینجا هم در نزدیک ما در مکزیک در ایالت چیاپاس هنوز هستن اینا که یه زن میبینید داره همینجوری بچهش روش دوشش هستش، داره زندگی میکنه، 5-6 نفرم پارتنر داره توی کامیونیتی دارن زندگی میکنن. ولی معمولا در طول تاریخ آدرس اینا رو ممکنه به خانم هایی که مایل هستن به این ممالک برن دقیقاً بگین کجا هست، چون خیلی خانم ها هستن این سوالو میکنن که چرا ما نمیتونیم اینو به وجود بیاریم. مثل اینکه دو قسمت هست در دنیا که میتونین این کارو انجام بدین. همینطوره. من فکر میکنم که اگر برگردیم و بخوایم درست بررسی کنیم، برمیگرده به ساختار مغز در مرد و بیوشیمی تستوسترون در مرد. یا وقتی میگه مرد، ما بهتره که استفاده کنیم از عنوان نر، یعنی اینکه ما وقتی میریم سراغ، وقتی انسان رو صحبت میکنیم راجبش، یه دفعه فکر میکنیم با یه موجود، با یه کامپیوتر، راجب یه کامپیوتر داریم صحبت میکنیم، اینطوری خوبه، اونطوری بده، این اینجوری هست، اون اونجوری هست. در واقع انسان در قسمت، اگر سوپراکورتکس مغزی انسان رو برداریم، فرقی با اون حیوانه نمی کنه. یعنی اتفاقا تمام این فانکشن های سکشوال انسان با مثلا یه موجود های مثل چیمپانزی اینا کاملا نزدیک هستش با هم. اینه که اگه برگردیم یک کمی بخوایم عمیق تر ببینیم و اگر به انسان ها بر نخوره، چون براشون خیلی سخته که مثلا مقایسه میشن با حیوانا، یه جایی تو منو میمون یکی، منو میمون یکی، این همه زحمت کشیدم آخرش منو میمون یکی. آره واقعا. و گاهی وقتا توی پزشکی که دورش رو میگذروندیم، میگفتن که چرا شیر مادر رو مقایسه میکردن مواد تو شیر مادر رو و شیر گاو رو، و بعد بعضی هم اینسالت میشدن، احساس بد میکردن، میگفتن چرا شیر مادر رو با شیر گاو و شیر بز مقایسه میکنین. خب اینا در واقع کار نیچر، اینا شباهت های ایناست. حالا همونجوری که شیر مادر و شیر گاو و شیر بز یه جوری با هم دیگه در یه رد از نظر مواد شیمیایی یا بررسیش یا صحبت کردن راجبش، همینطور در مورد سیستم جنسی هم همینطور هست. یعنی شما مثلا میاد در شیرهای نر نگاه میکنید، ببینید که شیر نر
کاملا در نیچر، کاملا در طبیعت وظیفه‌شو انگار یه جوری بهش گفتن. و برای اینکه میدونید تستوسترون یکی از کارهایی که میکنه اینه که تریتوری فرد رو میخواد نشون بده بهش، قدرتش رو، اینکه اینا مال منن، پارتیش برمیگرده به تستوسترون. و برای همین شما میبینید مثلا شیر نر که حالا کورتکسی نداره مغزش، ولی با ادرار کردن خودش میاد یه جایی حریم خودش رو مشخص میکنه، یعنی میگه این چارچوب منه. حالا یه شیر نر دیگه، خدا شکر انسان ها آقایون فعلا تصمیم گرفتن با این حرکتی کنن این کار نکنن. بله تو شیرا با بله جایی هست که این کار انجام میده. تو شیرا با ادرار کردن این جا رو مشخص میکنن، یه شیر نر دیگه اگر تو محدوده وارد بشه فوری باش برخورد میکنن. حالا برگردیم بریم تو صحبت اصلی، تو اِوولوشن یا تکامل انسان چه اتفاقی افتاده؟ اصلا طبیعت انسان رو به این دلیل به وجود آورده، مرد رو به این دلیل به وجود آورده که بیاد تولید مثل کنه، یعنی رولش باردار کردنه در طبیعت. یعنی اگرم جاهای دیگه نگاه میکنی بجز چند تا استثناء تو بعضی از حیوانا، ولی در مورد انسان و در مورد بقیه اینا اینه که از وقتی رول تکاملیش نگاه میکنیم میبینیم که بیشتر اومده برای اون قسمت تولید مثل. حالا دلیل من چیه؟ چون دیدم شما تنها میخواستم بپرسم مشخص بکنم آیا تنها رول مرد، چون من یه لحظه دیدم ابروهاتو خیلی گره شد یه دفعه من شاید شنیدم، واسه همین دوباره دارم چک میکنم، آیا تنها رول مرد و دلیلی که به وجود اومده در تکامل اینه که پرودوس بکنه و خودشو ریپرودوس بکنه؟ من این سوال اجازه میخوام جواب ندم، چون اگه جواب بدم بعد من با سیل حملات مواجه میشم. واقعیتش اینه که موجود نر برای همین به دنیا اومده. یعنی شما وقتی نگاه میکنید ببینید که طبیعت به درد هیچ دیگه نمیخوره غیر از این، میخوره اون قسمت تریتوری داشتنش، اون قسمت مثلا مراقبت چند سال اولش، اینا هست جز وجودش. ولی واقعیتش اینه مراقبت چند سال اول، چند سال اول از بچه منظورمه، یعنی وقتی بچه به دنیا میاد اون چند سال اولی هم که باید مراقبت بشه، اون دوست داشتن. برای همین میبینید که مثلا مردا با بچه‌ها خیلی بازی میکنن، خیلی دوستشون دارن، ولی حاضر نیستن مسئولیت خیلی زیادی رو به عهده بگیرن، در مقابل خانوما که خیلی دیتیل اورینتدن، بچه رو مراقبت میکنن. یعنی نیچر اومده جای هر کسی رو تقریبا مشخص کرده. پس این برنامه این که کار اونها این بوده که برن شکار بکنن برگردن و در حقیقت غذا رو به وجود بیارن، و یا اینی که هنوز که هنوز وقتی نگاه میکنیم میگیم که خانوم ها امنیت احتیاج دارن و امنیتشون رو از اون دیدگاه از مردهاشون میخوان، به خاطر اینکه از قبلم که نگاه میکردن خانوم ها نشسته بودن بچه ها رو نگه میداشتن، زمین رو نگه میداشتن، فضا رو نگه میداشتن، ولی در حقیقت مردها بودن که میرفتن گوشت رو برمیداشتن میآوردن، اونم بی خودی چسبوندن به مردا. اونم بی خودی بوده. بله ببینید در واقع این شکلیه، شما همین الان دارید میبینید، مثال واضحش همین الانه. شما نگاه کنید هر جایی که زن میده کار میکنه و منبع درآمد خانواده میشه، میبینید منبع اصلی درآمد میشه خانمه، یواش یواش شما میبینید آقای نیست. بله. یا هر جایی که شما میبینید که این خانم رفت پی ریپرودوس کردن، آره. کار تستوسترونش رو وقت انجام میده، همینطوره. و اینا خب گفتنش خیلی مشکله، به خصوص وقتی که مثلا در پابلیک از میلیون ها آدم اینا رو گوش میکنن و میگن نه اینجوری نیستش. بعضی وقتا میگن آقا شما قیاس به نفس میکنید، خودتون میگین. و این بحثا میدونید انقدر بحثای مربوط به مسائل جنسی حساس. نه من میتونم بشنوم کسانی که دارن گوش میدن که مثلا اگر آقایون هستن میگن ببین اصلا کار من همینه، من فقط باید برم سکس داشته باشم برای همچین چیزی اصلا منو به وجود آوردن، بقیه کار نتازه، تو برو کار بکن، غذا بیار، زندگی رو بکن، بچه هارم نگه دار، چون من تنها کاری که باید انجام بدم اینه که این دور، حالا امیدوارم ادرار نکنن، ولی این دور رو نگه دارم تریتوری و بعدش هم برم سکس داشته باشم، تنها کاری که قراره بکنم اینه. و خانوما رو دارم گوش مثلا نشسته اونجا میگن وا مگه امکان داره همه کارا رو من بکنم، بعد نگهداری بکنم، پولم بیارم، خرجیم بیارم، همه کارا رو بکنم، بعد تازه شما نگهداری هم بکنم، بعد بچه شما هم نگهداری کنم، خونه زندگیتون هم نگهداری دارم، بعد شما خیلی قشنگ شیک بکنین خودتون رو، بلند شین برین، چون تنوع طلب هستین با کسان دیگه ای، چون بیوشی میتونه این رو درخواست میکنه و قاعدتا تنها هدف و پرپسی که در زندگی و دنیا خواهید داشت اینه که بیاین اینجا و با خانم های دیگه بخوابید، پس شما تشریف ببرید. آقای دکتر کاراندیش اینو گفتن.
میتونم اینو بشنوم بی خود نیستش که صداشون در میاد. تا حالا مثلا در جاهای مختلفی حرفو زدین گوجه فرنگی تخم مرغ چیزی بهتون برنگردن؟ خب آخه میدونی چه جوریه، من فکر میکنم که تو همین برنامه‌ها جای صحبتات شما من یاد آماندسه میندازین وقتی که میخواست بره قطب شمال رو کشف کنه. شما دارید جلو میرید دیگه، خوب و بد نداره، شما باید واقعیت رو ریپورت کنید. ببینید هیچ کس تو طول تاریخ شجاعت اینو نداشت که بگه که چطور میشه که هر جایی یه مردی قدرت پیدا میکنه، تو طول تاریخ نگاه کن اولین جا حرمسرا درست میکنه، اونم نه یکی نه ده تا نه صد تا، مثلا میگن 7000 تا مثلا یا 500 تا مثلا همسر داشته فلان کس. خب وقتی شما نگاه میکنی یا مثلا مظفرالدین شاه قاجار مثلا 200 تا بچه داشته، خب دیگه به مملکت نمیرسیده. یعنی شما اگه نگاه کنی تو طول تاریخ تمام فرهنگا بوده، یا هر جایی که شما ببینید که اینا قدرتشون بیشتر میشه یه اختیاری پیدا میکنن. این بحث چیتینگ واقعا یه بحث خیلی عمیقه. من به نظرم یه توی فرهنگ غربم که حالا مسئله چند زنی اونچنان نبوده، ولی این صحبتی که میفرمایید که خیلی مشخصا هم بیشتر و بیشتر هم میبینین اینه که بله، وقتی که مردها به قدرت میرسن و به پول میرسن، یکی از مواردی که در اونجا بیشتر خودشون نشون میده این فضای تنوع طلبی و رفتن با اشخاص مختلفه. حالا ممکنه که ساختار ازدواج رو به خاطر اینکه ممالک اجازه نمیدن ازدواج‌های گوناگون داشته باشن در این چند همسر باشن، خب یک دونه همسر ممکنه داشته باشن، ولی خب تعداد زیادی ممکنه معشوقی انتخاب کنن، و حتی اگه تعداد زیادی هم نباشه معشوق سوگلی انتخاب میکنن، بعد رد میشه، بعد بعدی و بعدی و بعدی، و زمانی که اون شخص به قدرت میرسه بیشتر خودشو داره نشون میده. قدیمان بوده، امروز به خاطر اینکه میدیا باز میکنه این مسئله رو خیلی سرعت پیدا میکنه، مخصوصا به خاطر مسائل سیاسی، یعنی تا یک نفر میتونن که خیرشو بگیرن و ابراز بکنن، به همه برملا بکنن که چه اتفاقی میفته، دارن برملا میکنن و بیشتر نشون میده که زمانی که به قدرت میرسن این کار میکنن. من فکر میکنم که تا الان بشر یه چیز حدود 10000 سال خودش رو در مورد موضوعات مربوط به سکس فریب داده. یعنی اینکه همه میدونن چیه، اون قضیه اون داستانی هستش که هانس کریستیان اندرسن گفته بود راجب اونی که لباس تنش نبود، و تا اینکه یه بچه گفت این که لباس تنش نیست. میخوام بگم که در 10000 سال گذشته بشر فقط خودشو فریب داد. یعنی فکر کنیم مثلا همین برنامه که الان ما میشنویم اینقدر آدما رو گاهی وقتا اگریویتشون میکنه، ناراحتشون میکنه، اینا چی میگن، پس این پدری که مثلا داره 4 تا بچه‌شو بزرگ میکنه چی میشه، پس اون یکی چی میشه. ما در واقع داریم یه بحث فنی و علمی میکنیم که اگر هرگاه جامعه ما به این رشد برسه، این چیزا رو درست متوجه بشه، تازه درست میتونه راجبش یه فکری کنه. ولی مثلا فقط جامعه به نظر من ایرانی نیست، شما این مسئله رو در امریکا میبینید، در اروپا یه مقدار داره تغییر پیدا میکنه. یه سری از آمارایی که اومده بود از آیسلند که میگفتن they're the happiest people on the earth، البته قبل از اینکه آتش فشان بشه و اکانومی اونا رو از بین ببره، ولی یکی از مواردی که توضیح داده بودن که چرا خوشحال ترین اینا داره the happiest، میگفتش که یک مقدار زیادی از تابوهای سکشوالیتی در اونجا وجود نداره، و یه مقدار به خاطر تاریخچه‌شون بودش که مردها به خاطر اینکه تو کشتی‌ها میشستن و میرفتن که قسمت‌های مختلف دنیا رو بگیرن و پیدا بکنن، یک به نظر میومد که قرارداد لفظی بین مردها و زنها اتفاق افتاده بود که مردها که میرن میتونن انتخابی داشته باشن که با اشخاص دیگه باشن، زنهایی هم که میمونن میتونن انتخابی داشته باشن که با اشخاص دیگه باشن. تنها گرفتاری که به وجود میومد مسئله فرزندشون بود، و بعد کل جامعه انتخاب کرده بودش که فرزند رو جامعه نگه می‌داره. یادتون هیلاری کلینتون هم یه بار اگه گفت takes a village to raise a child، گبت خودش همچین عقیده ای رو نداشت، ولی she used that sentence، ولی it really took a village. یعنی آیسلند که نگاه میکنین کل کامیونیتی داره بچه رو نگه میداره. یعنی اگر که فرضاً یک خانومی هستش که ازدواج هم نکرده، شاید هم ازدواج کرده باشه، چند تا بچه داره از چند تا مرد مختلف، و تمام خانواده های نه تنها خود زن بلکه خانواده های مرد هم میان این رو یک ترکیبی به وجود میارن که از بچه ها نگهداری کنن. یعنی کل خانواده ها دارن بچه رو نگه میدارن، گویی که زن داره میره سر کار، ممکنه که هر کدوم از اینها بیان بچه رو نگه دارن، نظر مادی کمک کنن، و کل جامعه و سیستم داره این کار رو انجام میده. و برای من نمیبینم که اون درسته یا نیست، اصلا صحبت درست و غلط نیست که آیا کسی قراره به اونجا برسه یا نرسه، ولی منظورم اینه که فقط مسئله فرهنگ ایران نیست. فرهنگ شرقی یه مقدار گرفتاریش یه مقدار بالاتر که میره اینه که شاید تفاوتش با فرهنگ غربی این باشه، اینه که فرهنگ شرقی همه مسائل رو برای به خاطر اون تریتوریش و اینکه زن رو قسمتی از
ملک و اموال خودش میدونه، حاضر نیستش که بگه که هر کاری که من میکنم برای زنم اوکیه. یعنی در دیدار و ساختار ذهنیش زن رو بد و خراب و لجن و روسبی و و و و هزار تا چیز دیگه بهش نامیده میده، اگر قرار باشه که اون هم این تنوع طلبی رو داشته باشه، اون هم کماکان اون کارها رو انجام بده. و در نتیجه از نظر دیدگاهی که معنی که به این مسئله میده، چه این رول رو هم طبیعت اون رول رو تغییر میده برای یک زن و یک مرد به خاطر دیدگاه و بینش و معنی که داره میده. شما میفرمایین که خب نشون میده که ما اگه معانی رو برداریم، روند طبی، روندی که کل مسئله خودشو در تاریخ نشون میده مشخصه. حالا ما میتونیم هر معنی که دلمون رو خوش بخوایم بذاریم، بله، ولی معانی هم که به هر صورت فرهنگ ها میذارن این روند رو یه مقدار تغییر میده، تا یه حدی درصدها رو تغییر میده و شرایط رو تغییر میده و حتی هورمون ها رو تغییر میده. برای اینکه وقتی شما اجازه ندین که یک سری بیهیویر و اعمال رو انجام بدین، کماکان روی بدنتون هم تأثیر میذاره. همینطوره. اون قسمت اِوولوشن، من فقط اجازه میخوام یه توضیح کوچیکی بدم که چطور این در اِوولوشن اصلا از اول اینجوری به اصطلاح این ساختار این شکلی طراحی شده. و اینو شما از کجا میتونید ببینید؟ اونجایی که یک مرد با هر بار رابطه جنسی چیز حدود 360 میلیون اسپرم آزاد میکنه و یه زن در تمام عمرش شما میبینید که فقط 350 تا تخمک آزاد میکنه، یا 360، یعنی ببینید 360 تا تخمک در تمام عمر، 360 میلیون اسپرم در هر تایم. یعنی میخوام بگم حتی اون هر تایم یا هر روز، نه، هر زمان، یعنی هر بار مثلا یک نفر که مستوربیت میکنه سه بار در روز 360 میلیون کمتر، ولی به صورت استانداردش 360 میلیون اون مثلا فکر کنید که 360 تا سر همین عمرشه. و من میخوام بگم که اینا یه جوری در طبیعت متاسفانه خوشبختانه بوده و این برنامه‌های مفصلی رو میخواد که اصلا بریم تو این دیتیل باز بشه، بعد آدم‌ها راحت میشن از این دروغگویی، خلاص میشن از این ماس زدن و از این پوشوندن، خلاص میشن، بعد میتونیم بگیم که انسان چجوری میتونه حالا برای خودش استاندارد بذاره با کورتکس خودش، اینا رو متوجه بشه به جای اینکه هایدش کنه، پنهانش کنه، نفهمدش و دروغ بگه، اینا رو متوجه میشه، بعد میگه اوکی، حالا ما برای اینکه جامعمون بهتر اداره بشه میایم از این به بعد این قانون رو اینجوری اجرا میکنیم با کورتکس مغزمون. جناب دکتر کاراندیش، بحث های جنجالی داری به وجود میاری. بینندگان عزیز، من فکر میکنم که مجبوریم که از هفته ماه دیگه دوباره از ایشون درخواست کنیم تشریف بیارن، این بحث جنجالی رو ادامه بدن. اگر که مایل هستید که البته سیب زمینی تخم مرغ و اینا نه، ولی اگه مایل هستید که کامنت هایی بدید، سوال هایی بکنید که این بحث جنجالی رو بیشتر ادامه بدن ایشون، و اینی که بحث های و سوال های به خصوصی هست، حتما میتونید که توی یا توی فیسبوک من که آدرسش رو اونجا روی صحنه تلویزیون میبینید، یا به وسیله تارنمای fujan.com برید و از طریق ایمیل برای من اون رو بفرستید تا این سوال های شما رو بیشتر باز بکنیم برای شما. برنامه‌های قبلی که با جناب دکتر کاراندیش هست توی یوتیوب هست، توی همون فیسبوک من که برید میتونید سکرول داون بکنید و اونو در ماه قبل پیدا بکنید و به اون گوش بدید، و یا با متخصصین دیگه‌ای که راجع به هیومن سکشوالیتی با هم دیگه گفتمانی داشتیم. خیلی ممنونم از لطفتون که تشریف آوردین. ان شاءالله باز هم این برنامه‌های جنجالی رو ادامه خواهیم داد. مرسی از شما عزیزان که ما با بودید تا یکی دیگر از برنامه‌های ندای درون. روز و شبتون خوش.